سلام دوستان، خب تو اینجا ما در خصوص تابع ویلوکاپ میخوایم یه نکته رو ارائه بدیم. قبلا در خصوص اینکه تابع ویلوکاپ چطور کار میکنه و چطور میتونیم ازش استفاده بکنیم صحبت کرده بودیم. حالا میخوایم یه نکته ای که خیلی شاید با اون مواجه بشیم وقتی که از تابع ویلوکاپ استفاده میکنیم صحبت بکنیم. این زمانی هستش که ما یه جوری با اعداد بیشتر کار میکنیم. البته خب با غیر اعداد هم اگر کار میکنیم شاید این نکته حالا تو آخر که میگم کاربرد داشته باشه، ولی فرض کنید الان مثلا من یه سری آیدی دارم، میتونه شماره ملی افراد باشه و وقتی که این شماره ملی رو من میزنم از طریق تابع ویلوکاپ اطلاعات اون رو بازخوانی میکنم و اینجا میارم. حالا خیلی وقتا مثلا توی این مورد اگر توجه کنید، من اگر شماره آیدی رو بزنم مثلا 3 رو میزنم، NA به من میده، همون تابع است، همون فرمولا هستش که از ویلوکاپ استفاده کردم، ولی نمیتونه پیداش بکنه. دلیل اون چیه؟ اگر توجه کنید اینجا 3 رو داریم، وقتی که من بیام عدد 3 رو توی این قسمت سرچ بکنم میتونم اون رو پیدا بکنم. میبینین الان عدد 3 رو پیدا کرده، ولی چرا ویلوکاپ نمیتونه اون رو پیدا بکنه؟ به خاطر این هستش که عدد 3 تو اینجا به صورت تکست ذخیره شده. ما خیلی وقتا وقتی که مخصوصا خروجی داریم میگیریم از یک وبسایتی یا از یک اپلیکیشنی داریم خروجی اکسل میگیریم، حالت CSV به ما مخصوصا که میده، ممکنه اعداد رو به صورت متن ذخیره کنه. اینجا اکسل داره در واقع متن میخونه، اینجا ناکن تکست نشون میده و عدد نمیشناسه، یه رشته متنی میشناسه، حالا یک هستش ولی دیگه اونو نامریک نمیشناسه. ما باید اینو تبدیل کنیم به نامریک. حالا این موضوع یا اینجا اتفاق میفته که اعداد رو داره به صورت متن میخونه یا اینجا، هر کدوم از اینا که متفاوت باشه نمیتونه پیدا کنه. چی کار باید بکنیم؟ یا این رو باید این دوتا رو همخوان کنیم با هم، یعنی یا هر دو باید به صورت عدد متنی باشن یا هر دو به صورت عدد نامریک باشن. مثلا اگر من بخوام اینو به عدد متنی تبدیل کنم، کافیه بیام اینجا تکست رو انتخاب بکنم و بعد اینکه تکست رو انتخاب کردم دابل کلیک کنم روی سلول و دوباره اینتر کنم. اگه توجه کنید الان اینم به صورت عدد رو به صورت متن دیده و داره واسه من پیدا میکنه اطلاعات مربوط به آیدی شماره 3 رو. و اگر توجه کنید یه دونه سبز کمرنگ اینجا داره نشون داده میشه و اگر این گوشه بیاید و این مربع کوچولو رو بزنید میگه number sorted as a text، یعنی عدد به صورت متن ذخیره شده. و اگر بخوام اینو دوباره برگردونم به number و number بفهمه، کافیه convert to number رو بزنم و دوباره NA داره نشون داده. حالا اینجا numbere، میخوام اینا رو تبدیل کنم به عدد. برای این کار کافیه کل این قسمت رو بگیرم و بیام دوباره این مربع کوچیک رو بذارم convert to number کنم و اون وقت دیگه اکسل این رو میشناسه. خب این یه موردش بود. مورد دیگه‌ای که باید در نظر بگیری این هستش که خب من خیلی وقتا مثلا 201 دارم دیگه، 201 بزنین صفراشو میپرونه به خاطر اینکه مثلا آیدی نمبر من مثلا 207ه، اونجا باید حتما تکست کنم و دوباره اینا رو به تکست تبدیل کنم و اون وقت اگر 201 رو در حالت تکست بزنم میشناسه و اینجا اگر 201 بزنم دوباره NA داره میده چون 20 رو میپرونه، باید به تکست تبدیل کنم و اون وقت بیام 201ش رو بزنم. اینم یه مورد دیگه ای بودش. خب حالا یه نکته دیگه ای که باید توجه بکنین اینه که ممکنه وقتی که من از یک نرم افزار یا یک وبسایتی خروجی اکسل که میگیرم، مثلا اینجا عدد هم نیستش، مثلا A هستش، خب به جای اینکه A باشه اینجا الان من A رو سرچ بکنم تو اینجا باید بتونم پیداش بکنم، اما میان اینجا قبلش یه اسپیسی یه کارکتری گذاشتن که شناخته نیست. خب میبینین الان اینجا یه اسپیس داره، اینجا A من ساده نوشتم به خاطر همین پیداش نمیکنم. پس اینم باید توجه کنیم، ممکنه یه کاراکتری چیزی وجود داشته باشه. اینجا مثلا اگه من این یه تیکر رو بگیرم کنترل H بذارم واسه اینکه ریپلیس کنم، یه اسپیس اینجا بزنم و اینجا خالی بذارم ریپلیس آل بکنم، این قسمت رو ریپلیسش رو ور یعنی این کاراکتر اضافه رو ور میداره اسپیس رو و اون وقت دوباره A من رو میشناسه. پس این 3 تا تقریبا نکته‌ای بودش که باید زمانی که ویلوکاپ استفاده میکنین و ارور NA میگیرین توجه کنین. ارور NA یعنی که من نتونستم این مقدار رو پیدا بکنم.
خب پس توی نامریکا توی اعداد توجه کنین که تکس ذخیره نشده باشه. 2-0 اگر دارین اینجا باید نمیتونین نامبر بزنین و تکسش کنین عددتون رو و کارکتر اضافی نداشته باشین. ممنون از توجهی که داشتین. خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.